تأسیس دانشگاه در ایران به عنوان یک نهاد آموزشی مدرن و نقش و جایگاه این نهاد در عرصه تحولات ایران در ابعاد مختلف همواره محل بحث و نقد و گفتگو بوده اما جالب این که به رغم تأسیس این نهاد توسط دولت و اداره اون توسط منصوبان حاکمیت از همون بدو تأسیس تا حالا بیشترین چالش ها با این نهاد از سوی دولت های وقت بوده دانشگاه ها به لحاظ ذات و ماهیت و به لحاظ کارکردی که دارند محل جذب و تجمع نخبگان جامعه در لباس استاد و دانشجو هستند همونطوری که حوزه های علمیه دینی هستند دانشگاه در عین حالی که محل علم و دانش در رشته های مختلف علوم تجربی و انسانیه اما نخبگی و علمآموزی نوعاً صاحبش رو به چون و چرا در عالم آدم و سرک کشیدن به اینجا و اونجا وامی داره و در کشورهایی با شرایط ما دانشگاه ها به محلی برای نقد و اعتراض به سیاست های حاکم تبدیل میشن از این روز که برخلاف انتظار حاکمیت از تأسیس دانشگاه این نهاد از ابتدا تا الان همواره محل اعتراض و مبارزه در تناسب با شرایط بوده و برخورد غلط غالب دولت ها که به جای ارتباط تعاملی با دانشگاه ها و شنیدن صدای نقد و اعتراضشون بر سیاست تقابلی و سرکوب تکیه کردند بر تداوم این وضعیت یاری رسونده. این گزارش در پی بررسی و ارزیابی نحوه برخورد دولت های پس از انقلاب با دانشگاه ها و ماجرای انقلاب فرهنگی و فراز و های طی شده نیست اما از اونجا که پس از روی کار اومدن دولت احمدی نژاد در سال 84 به تدریج بحث اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم انسانی بالا گرفت و روز به روز بر شدت این بحث و عملیاتی کردن اون افزوده شد و به ویژه پس از انجام کودت های انتخاباتی سال گذشته اداره دانشگاه ها به دست یکی از مجریان کودتا افتاد در ادامه به بررسی نوع نگاه او که در مصاحبه اخیرش با خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی مطرح کرده میپردازیم کامران دانشجو که به عنوان رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در انجام کودتا نقشی تعیین کننده داشت به پاس این انجام وظیفه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری دولت مستقر ارتقاء مقام پیدا کرد او بعد از به دستگیری سکان وزارت علوم در اولین سخنرانی های خودش اعلام کرد که در جهت اسلامی تر کردن دانشگاه ها و در مسیر ولایت قرار دادن دانشگاهیان از هیچ همتی فروگذار نخواهد کرد و برای تحقق همین موضوع بود که پاکسازی دانشگاه ها رو از عناصر مسئله آغاز کرد و جمع وسیعی از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور به عناوین مختلف بازنشسته اجباری اخراج و یا جابجا شدند و طیف وسیعی از فعالان دانشجویی علاوه بر تحمل زندان و احکام سنگین قضایی از تحصیل هم محروم و معلق ماندند و نظام گزینش استاد و دانشجو هم با سختترین معیارهای ولایت مداری بازسازی شد مصاحبه اخیر دانشجو به بهترین وجه نشون دهنده اینه که دولت مستقر به دنبال تبدیل کردن دانشگاه ها به پادگانه او گفته ما نسبت به ولایت سمعا و طاعتا هستیم و ادامه داده ما نه تنها در مقام نظر بلکه در مقام عمل هم به اظهارات رهبری عمل خواهیم کرد و از خدا هم می خواهیم که کمکمان کند که این چنین عمل کنیم او به عنوان وزیر علوم در این حد دانش نداره که دانشگاه ها و ایزن حوزه های علمیه دینی و به طور کلی هر نهاد آموزشی محل چون و و بحث و پرسشگریه و در این مقام تکیه بر واجه های همچون سمن و تاعتن که فقط در فرهنگ نظامی و پادگانی معنا و مفهوم داره جایی نداره علم و عالم فقط در سایه آزاداندیشی و طرح پرسش شکل میگیره و رشد میکنه و افتخار تشیع به اینه که رهبرانش آزاداندیش بوده و فضای بحث و گفتگو رو حتی برای ملحدان اون هم در مسجد باز گذاشتند و با خوشرویی تمام با اونها به مباحثه نشستند تجربه همه نهادهای آموزشی اعم از دینی و عرفی واقعیتی جز این رو نشون نمیده که در این ها اطاعت پذیری به مفهوم مصطلح و رایج در عرصه سیاست و حتی ایدئولوژی به جزمندیشی و مرگ دانش منتهی میشه که در نهایت بیشترین خسارت و ضررش نیز متوجه حاکمیت میشه دانشگاهی که سر در گرو حاکمیت داشته و در اون بحث و انتقاد و آزاد وجود نداشته باشه نمیتونه خدمتی به حاکمیت در شناختن نقاط ضعف و آسیب پذیرش داشته باشه ضمن اینکه از توانمندی به روزسازی برنامه ی اداره ی کشور در کمک به حاکمیت هم توهی خواهد شد روزگاری استاد شهید مرتضا متحری آرزو میکرد که در دانشگاه های ما اساتید باورمند به مارکسیست به بیان عقاید خود بپردازند تا در مقابله فکری با اونها اساتید مسلمان به میدون بیان و حق انتخاب آگاهانه رو بر روی دانشجویان باز کنند و پیمودن این مسیر به توانمندی فکر و اندیشه اسلامی در جامعه منجر بشه اما این گفته های متولی دانشگاه ها نشون از اون داره که نه فقط آلمان دیگر اندیش، بلکه آلمان مسلمان هم جز اونهایی که با مهر ولایت مداری و سمن و تاعتن محک میخورند حق ورود به دانشگاه ها و تدریس و تحصیل را ندارند به راستی اگر با همین ملاک و معیار به سراغ حوزه های علمیه بریم و اساتید و طلاب اونجا رو محک بزنیم چند درصدشون تایید صلاحیت میشن توجه به این ادبیات در گفته های متولی دانشگاه های کشور چه چیزی رو میرسونه دانشگاه بنا به فرمایش ایشون بر اساس جذب حداکثری عمل میکنه مگر کسانی که بر معاندت با نظام اصرار داشته باشند که در این صورت باید از دانشگاه برند او ادامه میده البته نظام میتونه بنا به خود این افراد را اف کرده یا در مجازات به اونها تخفیف بده با وجود این آیا میشه این افراد رو به عنوان استاد به کلاس درس راه داد چه کسی این مسئله رو قبول داره و میتونه از اون دفاع کنه هر کس که در این زمینه مدعیه بیاد تا با هم صحبت کنیم تا براش استدلال کنم که این نگاه از ریشه غلطه او همچنین اظهار عقیده میکنه به هر حال ما نمیتونیم به فردی که علیه امنیت ملی نظام اقدام کرده و مثلا چند سال به دلیل همین جرم محکوم شده اجازه بدیم در کلاس درس حاضر بشه و به دانشجویان ما درس بده او بدون توجه به اینکه اونچه که پس از انتخابات سال گذشته بر سر بسیاری از اساتید و دانشجویان اومده ذات و ماهیت سیاسی و نه علمی و دانشگاهی داره با بیان اینکه ما به این دانشجویان کارمندان و اساتیدی که مشت محکمی به دهن فتنه و دشمن زدند افتخار میکنیم یادآور میشه دانشگاهیان نشون دادند که در صحنه عمل ولایت مدار هستند بنده هم به عنوان یک خدمتگزار در این قشر افتخار میکنم که به قشری از جامعه خدمت میکنم که رهبری فرماندهی و افسری جنگ رو به اونها اعطا کرده کامران دانشجو در پایان صحبتاش تصریح کرده که این افتخار بزرگی برای بنده است که خدمتگزار فرماندهان و افسران جنگ نرم در دانشگاه ها باشم که البته نشون هم دادند که فرماندهان و افسران خوبی برای نظام هستند. ملاحظه میشه که ایشون کاملا دانشگاه رو با پادگان یکی گرفته و به همین دلیل به دنبال ساختن افسر و فرمانده جنگ در حالی که در همه جای دنیا برای ساختن افسر و فرمانده جنگ دانشگاه خاص با آموزش متفاوت از نظام دانشگاهی عمومی دارند. دانشگاه محل جنگ از هر نوعش نیست محل علم و تبادل اندیشه و بحث و گفتگوست اما وقتی دولتی با پشتوانه نظامیان بر سر کار بیاد و برآمده از رأی مردم نباشه همه جا رو محل جنگ میبینه و این سخنان و عمل وزیر علوم دولت مستقر به خوبی اثباتگر این رخداد کودتایی در کشوره و صد البته چون دانشگاهها در ذات و ماهیت نمیتونن بر پایه سمعن و طاعتن عمل کنند و تبدیل به پادگان بشن این سیاست راه به جایی نخواهد برد و روزگاری نه چندان دور شاهد شکست این سیاست و مجریانش خواهیم بود همونطور که تجربه های گذشته این ملک هم این رو اثبات کرده